Hi everyone, how are you doing? Hope you're doing well. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام 50 تا فعل کاربردی رو در زبان انگلیسی بهتون یاد بدم. اگر تازه زبان رو شروع کردید، فرصت خیلی خوبیه که بتونید 50 فعل کاربردی رو یاد بگیرید. و اگر این افعال رو از قبل بلد بودید، باز هم فرصت خیلی خوبیه تا بتونید این افعال رو مرور کنید. قبل از شروع درس ممنون میشم اگر کانال من رو سابسکرایب. قبل از هر چیز این نکته رو یادتون باشه که یک فعل میتونه صفت هم باشه، میتونه اسم هم باشه. همچنین یک فعل میتونه چندین و چند معنی داشته باشه که خب ما امروز فقط با افعال و فقط با یکی از معانیشون کار داریم. بریم ببینیم این افعال چیا هستن. اولین فعل open. Open به معنی باز کردن. مثلا open the door. در باز کن. Close. بستن. Close the door. در ببند. فعل بعدی laugh به معنی خندیدن. Cry گریه کردن. Pull کشیدن. Push فشار دادن. اگر روی در مغازه ها دقت کرده باشید، بعضی هاشون اونایی که دراشون رو باید بکشی به سمت خودت تا باز بشه نوشته pull، و اونایی که درشون جوریه که باید فشار بدی تا در باز بشه نوشته push it. و خود فعل push میتونه تحت فشار قرار دادن کسی هم معنا بده. فعل بعدی هستش listen. چش تلفظ نمیشه. Listen به معنی گوش دادنه. Listen to the music. به موزیک گوش بده. Hear به معنی شنیدنه. Hear. فرق listen با hear تو اینه که listen معمولاً یک عمل ارادیه. یعنی شما خودت انتخاب میکنی که به چی گوش بدی. اما hear گوشت میشنوه دیگه، هیچ انتخابی در کار نیست. فعل بعدی look به معنای نگاه کردنه. Look at me به من نگاه کن. See به معنای دیدن. دقیقاً فرق look و see هم توی همین حالا ارادی بودن و غیر ارادی بودنه. ما از وقتی که چشمامونو باز میکنیم داریم اطرافمونو میبینیم، ولی وقتی میگیم به فلان چیز نگاه کن، مخصوصا داریم دیدمون رو میبریم به اون سمت. فعل بعدی begin به معنای شروع کردن. finish تموم کردن. Leave ترک کردن، یکی از معناهاش البته. Live زندگی کردن. حواستون باشه که live به معنی زندگی کردن یک کوتاه داره، ولی leave رو باید بکشید. اگر این دوتا اشتباه تلفظ بکنید ممکنه به کلی معنای جملتون عوض بشه. Work به معنی کار کردن. Work. Rest به معنی استراحت کردن. Think به معنی فکر کردن. Think. Understand فهمیدن. Send فرستادن. Arrive رسیدن. Take گرفتن. Give دادن.
study مطالعه کردن، خوندن. read خوندن. فرق این دوتا چیه؟ study معمولا برای درس استفاده میشه، مثلا I study my lessons، ولی read معمولا برای کتاب، روزنامه و اینجور چیزها استفاده میشه. buy خریدن. sell فروختن. go رفتن. come آمدن. drink نوشیدن. eat خوردن. توجه بکنید که ما توی زبان فارسی برای مایعات مثل آب، نوشابه یا هر چیزی از فعل خوردن استفاده میکنیم. برای غذا هم از فعل خوردن استفاده میکنیم. مثلا میگیم من نوشابه میخورم. ولی حواستون باشه که توی انگلیسی برای مایعات وقتی میخواید بگید دارم مثلا حالا یه لیوان آب میخورم، در کل دارم مایعات میخورم، باید از فعل drink استفاده کنید و از eat فقط برای غذا استفاده بکنید. want به معنای خواستن. need نیاز داشتن. forget فراموش کردن. remember به یاد آوردن. use استفاده کردن. wait صبر کردن، منتظر موندن. make ساختن. البته باز هم make فعلیه که معناهای زیادی داره و این یکی از معناهاشه. miss از دست دادن. شاید جمله I miss you رو زیاد شنیدید، یعنی دلم برای تنگ شده. به معنای دلتنگ شدن هم میشه ازش استفاده کرد. pay پرداخت کردن. rent اجاره کردن. learn یاد گرفتن. teach یاد دادن. watch به معنی تماشا کردن، برای تلویزیون یا فیلم توی سینما استفاده میشه. ask به معنی پرسیدن. have and has have و has دقیقا یک معنی رو دارن، هر دو به معنی داشتن هستن. اما has که در واقع همون فعل have، فقط برای ضمایر سوم شخص استفاده میشه. مثلا من میگم I have، من دارم، ولی نمیتونم بگم she have، باید بگم she has، he has، علی has. این فرق have و has هستش. و اما say به معنای گفتن و tell باز هم به معنی گفتن. حالا فرقشون چیه؟ این خیلی محل مناقشه است و خیلی وقتا این دوتا فعل با هم دیگه به کار میرن. say معمولا برای نقل قول استفاده میشه. مثلا میخوایم بگیم که فلانی فلان چیز رو گفت. Emma said she would back soon. Emma گفت که سریع برمیگرده. و همچنین مثلا برای بیان عقیده و افکارمون ازش استفاده میکنیم. ولی وقتی میخوایم مثلا به یکی بگیم که یا دیدی فلان چیز رو بهت گفتم، نمیتونیم بگیم I said you، باید بگیم I told you بهت گفتم. و دو صفحه آخر speak and talk، هر دوشون به معنی صحبت کردنه و خیلی وقتا ممکنه به جای هم به کار برن. اما به یاد داشته باشید که speak یک فعل رسمیه
برای صحبت‌های رسمی استفاده میشه. همچنین وقتی میخوایم بگیم که یک نفر توی یک مجلس یا گرد همایی رسمی صحبت کرد، باید از speak استفاده کنیم. و وقتی که میخوایم راجع به صحبت‌های دوستانه، مثلا توی دوره همی فلانی با هم دیگه صحبت کردیم، از talk استفاده میکنیم. همچنین speak برای صحبت کردن به یک زبان دیگه هم به کار برده میشه. مثلا میخوام بگم که تو میتونی انگلیسی حرف بزنی، صحبت کنی، باید از speak استفاده کنیم. Can you speak English؟ این رو هم یادتون باشه که همه این افعالی رو که براتون گفتم الان شکل اولشون بود، در واقع شکلی رو که در زمان حال ازشون استفاده میکنیم رو من برای شما گفتم. جلوتر متوجه میشید که منظورم چی هستش. امیدوارم که این افعال رو خوب یاد بگیرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.